بسیار عالی. جناب آقای نصیری، ایشون معتقدن اگه حرف شما رو جدی بگیریم باید به اصطلاح دانشگاه و بعد ارزم علوم انسانی و خیلی از علوم اسلامی رو هم تعطیل بکنیم. نظر خودتون بفرمایید. نه، اصلا من قائل به تعطیل نیستم. اتفاقا من حتی الان بحث علوم انسانی و تحول در علوم انسانی که مطرح شده شیبش تند میبینم. اصلا اعتقاد ندارم ما با این شیب بریم تو دل قضیه. ما اینجا یک سری تنش‌ها ایجاد میکنیم در دانشگاهمون با اساتید دانشگاه، با دانشجویان، بدون اینکه اصلا مقدمات این کار فراهم کرده باشیم. ما باید شما مسیر بحث رو عوض کردید. یعنی من سوالاتی رو پرسیدم از ایشون داخل اون فلشی و اینا رو ایشون تحلیل کنن. بله، باید پاسخ بدن. بله، تعطیل اون نه این در پایان به این نتیجه میرسیم که بله بله به سوال شما جواب بدین. سوال آقا جواب آقا مقدمه ببینید، حالا از اون بحث ما شروع میکنیم. این که فرمودن آیا شما ید الله فوق ایدیهم تعویل میکنید یا تعویل نمیکنید، بدون شک ما در بسیاری از مواقع ظواهر رو باید تعویل کنیم. منتها تعویل قانون داره، تعویل مبنا داره. اگر ما یک ظاهر قرآنی، یک ظاهر روایی با براهین قطعی و متقن عقلی در تعارض باشه، ما اون ظاهر رو تعویل میکنیم، همون جوری که در این قصه هست. یا حتی یه ظاهر با محکمات نصوص در تعارض باشه، ما در نصوص محکمات داریم، متشابهات داریم، گاهی یه ظاهر با همون محکمات نصوص در تعارضه، اونجا دست به تعویل میزنیم. اما معنی این نیست که، معنی این حرفی نیست که بدون ضابطه بتونیم تعویل کنیم. معنی این حرفی نیست که ما چنان تعویلی بشیم که هر جایی سراغ آیات و روایات میریم همش تعویل و پشت سر هم تعویل. او دیگه نشان میده که ما با این مبنا داریم برخورد نمی کنیم، یعنی یه تعارضی داریم، مبانیمون از یه جای دیگه گرفتیم. هر جایی مواجه میشیم باید تعویل کنیم. خیلی کوتاه، چون آیتم دیگه هم داریم، اون دخول رو هم توضیح بدید. بله، ببینید محکمات آیات و روایات ما بینونت بین خالق و مخلوق، اینی که اینا دو سنخ وجودن. بینونت عزلی یا صفتی؟ نه، بینونت عزلی یا عزلی نیست، بینونت ذاتی است. اونم امام امام علی علیه السلام. بله، حضرت امیر همین فرمودن. بله، که این بینونت وصفی است، نه بینونت عزلی یا عزلی. این نیست، بینونت ذاتی است. اگه بگیم تباین از دلش در نمیاد، این نیست تباین از دلش در نمیاد. بینونت صفتی باشه، او واجب ما ممکنه. نه، صفت یعنی ذات، دو ذات متفاوت، دو سنخ وجودن. با کدوم ترمینولوژی شما میگین صفت یعنی ذات؟ آقای قره مثلا معنی دیگه نداره. مگه خداوند؟ نه مگه خداوند؟ مگه دقت نشد؟ نه، مگه شما صفت از ذات جدا میدونید که این جزء معنایی از اون بدونید؟ صفت خدا عین ذاتشه، معلومه که مفهومش اینه. شما میخواید بگید که خداوند یه ذات داره، یه صفت داره، ما اینجا بینونت صفتی با خداوند داریم، این که خیلی بدی است. من تعجب میکنم از حاجای قرویان که خب مثلا اینجوری چی میکنن. که شما میفرمایید عدم میگن یه معنا بیشتر نداره، وجودم نقیض عدم است، یه معنا بیشتر نداره. این بحث مفصل مشترک معنوی وجود نه از کجا معلومه این مسئله؟ شیئون بخلاف الاشیاء در اصل تحقق، در اصل عینیت اشتراکه. خب وجود با تحقق چه فرقی؟ فرقی نداره، اما اشتراک در اصل وجود و عینیت و تحقق، ازش عینیت بیرون نمیاد، یکی بودن بیرون نمیاد. کی گفته؟ عینیت نیست. غیرتش غیر در جهان نگذاش، لاجرم عین جمله اشیا شد. خیلی خوب. هو الاول و الاخر. نه، عینیت هست یا نیست؟ هو الاول و الاخر. هو الاول و الاخر اصلا مفهومش وحدت وجود نیست. شما فکر می‌کنید آیه هو الاول و الاخر رو باید بر اساس شما سوال می‌کنم، شما توضیح بدید. هو الاول و الاخر. خداوند خالق این جهانه. خداوند قبل از همه موجودات، اول از همه موجودات خداوند بوده، ازلاً بوده. خوب. بعد از اینکه موجودات فانی میشن باز خداوند هست. این مفهوم چه ملازمه با وحدت وجود داره؟ این مسئله اول با آخر دو چیزن یا یک چیزن؟ یعنی چی دو چیزن یا یک چیزن؟ دو موجودن، دو شیء. اول و آخر دو چیزن؟ نه حتما، یا اول و اول با اول و آخر. این که مستلزم تجزیه در ذات خداوند نیست. حالا خداوند هم اول از هم آخر است. خب این میشه معنای عینیت دیگه. یعنی چی معنای عینیت؟ شما قبول دارید دیگه؟ نه، عینیت چی؟ عینیت خالق و مخلوق. همینو میگه. میگه هم اول از هم آخر است. عینیت اول. یعنی هم عین اول از هم عین آخر. عینیت اول و آخر. ما که نگفتیم که قرآن میگه. خداوند نمیفرماید که هو الاول
و الاخر به این معنا که عینیت با موجودات، اصلا این حرف مفهومش این نیست که، یعنی خداوند با اول و آخر موجودات عین همن، یکی هم ذات مشترک هم. ما داریم میگیم شما مفهومش رو بگید به ما. مفهومش اینه که وحدت وجود نیست، همین چیزی که عرض کردم. آقای قلویان، ما هنوز یه دو سه دقیقه فرصت هست که اگه به نسبت به مساوات باشه، یه دقیقه شما و یه دقیقه جناب آقای نصیری صحبت‌های پایانی رو خیلی تیزروار بفرمایید. بله، من جناب آقای نصیری مطلب بسیار خوبی فرمودن که تأویل باید ضابطه داشته باشه. من سوالم این است، این ضابطه رو کی تعیین میکنه؟ آیا فقط مثلا تفکر جناب آقای نصیری ملاک و معیار است برای اینکه ضابطه تأویل چیست؟ خب ضابطه رو عرض می شود همه باید رعایت کنند. ملا صدرا هم روی ضابطه حرف می زنه، محی الدین هم روی ضابطه حرف می زنه. بسیار، اگه اجازه بدید من یه دقیقه. بله، ببینید آخرین مطلب هم ببخشید 10 ثانیه میگم. بسیار خوب، در تذکرة الاولیاء نقله که راجب حلاج نقل است که در ابتدا که ریاضت می کشیدی دلقی داشت که 20 سال بیرون نکرده بود، روزی به ستم از وی بیرون کردند، گزنده بسیار در وی افتاده بود، یکی از آن وزن کردن نیم دانگ بود و گویند که کژدم در ازار او آشیانه کرده بود. این فرهنگ چه نسبتی با فرهنگ اهل بیت داره؟ جناب آقای قلویان تشکر می‌کنم از شما. جناب آقای نصیری همینطور، بله بحث خوبی بود. جناب آقای نصیری از موضع مکتب اهل بیت انتقاداتی رو به سلام عرفان اسلامی داشت و جناب آقای قلویان معتقد بودن ما هیچ وکالتنامه‌ای نداریم که بگیم این حرفی که ما می‌زنیم قطعاً از اهل بیته. بسیار ممنون که با ما بودین. تا هفته دیگه و زاویه دیگه، خدا نگهدار.